همینطور که مستحضرید، بانو فاطمه سپهری سال 98 مرداد ماه جلوی دادگاه من با جمعی از دوستان دستگیر شدن. ایشون 9 ماه زندان بود، سال 99 آزاد شد. متعاقب اون حدود 2.5 سال بعد در ابتدای مهر ماه 1401 و جنبش زن زندگی آزادی مجدداً ایشون دستگیر شدن و 1 سال زندان بودن. در 7 مهر ماه ایشون رو برای جراحی به بیمارستان قائم مشهد منتقل کردن و شرایط بسیار سختی داشتن، قلب باز باد عمل می شد. خب حق داشتن خانوادهشون برن سر بزنن و پیگیری بکنن. در اون پیگیری ها به خاطر مشکلاتی که به بار آورده بودن و فضای امنیتی که در بیمارستان ایجاد کرده بودن با اعصاب خانواده بازی کردن. خب آقای محمد حسین سپهری هنوز 3-4 ماه بود از زندان آزاد شده بود و برادرشون هم حسین آقای سپهری جلوی در بیمارستان بالاخره اعتراض میکنن و بعد هم یک کلیپی گذاشته بودن که حرف واقعی زده بودن، حرف دلشون رو زده بودن در ارتباط با درمان خواهرشون. متاسفانه بلافاصله این عزیزانمون رو دستگیر کردن. خانم سپهری رو در اون شرایط بحرانی جراحی کردن، بهش مرخصی ندادن، به زندان برگردوندن و الان 8 ماه است در زندان. با احتساب اون 1 سال گذشتهش 20 ماه، با احتساب اون 9 ماه سال 98 هم 29 ماه در زندانه. محمد حسین هم 4 سال زندان بود، آزاد شد، دوباره الان 8 ماه بلا تکلیف در زندانه. تنها برادرشون حسین آقا رو با وثیقه سنگین آزاد کردن در بعد از 3 ماه، یعنی مهر ماه که رفتن دی ماه آزاد شدن و این شرایط رو به این خانواده دارن تحمیل میکنن. 17 اردیبهشت جلسه دادگاهی بعد از مراحل بازپرسی و آخرین دفاع در شعبه 903 که آقای علیرضا سلیمانی بازپرس اون شعبه است، جلسه دادگاهی رو در شعبه 5 انقلاب، من میگم دادگاه غیرقانونی انقلاب، برگزار کردن و هر 3 نفر رو 2 نفر رو از زندان و 1 نفر رو هم که آزاد بود با وثیقه مراجعه میکنن به شعبه اونجا و اون قاضی محترم پرونده رو برمیگردونه به بازپرسی که اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای که در اون کلیپی که جلوی بیمارستان گذاشتن اون هم اضافه بشه به این. خب این شرایط متاسفانه حتما میدونید، سرور عزیزمون هم که تشریف دارن بالاخره مسائل حقوقی رو بهتر از من میدونن، این فشارهایی که بر زندانیان سیاسی دارن میارن و مدت هاست این اتفاق داره میفته و به خانواده هاشون به هر طریقی حقوق رو قطع کنن، اذیت و آزار کنن، اینها آخرای عمر حکومت به نظر من.